کشان نوزیموف ساکینی 38 ساله نوحیه شروباد میگوید در طول 6 ساله که در روسیه در مهاجرتی کاری بود چند دفعه مریض شده بود و به خاطر که از توی شرکت های محلی اجازه کار و اقامت رسمی داشت تبابت او را این شرکت پورا پرداخت کرده بود. دختر میپرسد پیشکی میپرسد که میزاد استراخوان پایست داری که نه اگر داشته باشی میزاد بسیشت فیرما میرون اگر نداشته باشی این سوال شخصی خطر. اما جناب نازیموف از شماره کمی مهاجران کاری تاجیک در خارج از کشور است که در شرکت های به اصطلاح با انصاف کار کرده است و جبران صحتی را دریافته است. با گفته او اما مشکل عمدتر از دریافت بیمه طبی و پرداخت حق تبابت دریافت معاش حق حلال خود مهاجران است که در بسیار موارد با فریب و نیرنگ پرداخت نمی شود. رازریشنی فیمیس راسیه در دودگیه 220 دام در سوچی همه مردم ها کیدت کردن 500 دلاری همه کیدت کردن مردم همه شدن یکون کس بدا چونه رسیده سوم همه سوخ رفت. با منظور این مشکلات مهاجران و نیز به یک مشکل عمده تبدیل شدن صحتی و بیمه و یا سغورته سلامتی مهاجران، این موضوع در دوشنبه مورد بحث و بررسی سازمان های داخلی و بین المللی و مقامات مربوطه تاجیکستان و روسیه قرار گرفت. در این بحث ها گفته شد با علت آن که اکثر موارد مهاجران زبان روسی را نمی دانند و حقوق های خود را دفاع کردن نمی توانند، موضوع صحتی و جبران زیان به سلامتی آنها داغ‌تر می شود. سازمان جهانی مهاجرت در سال 2010 در رابطه با دریافت بیمه طبی میان مهاجران در شهر مسکو پرسش گذراند. اکثر مهاجران پرسیده شده در مسئله پرداخت حق بیمه طبی اظهار آمادگی کردند، اما گفتند که این قیمت باید نه بیشتر از 42 دلار باشد، در صورت غیر آنها امکان پرداخت را ندارند. خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید مسئله بیمه طبی مهاجران کاری تاجیک در خارج از کشور با دالان های حکومت کشور هم رسیده است و حکومت تاجیکستان با حکومت روسیه موضوع تصویب یک سازشنامه خاصی را بررسی دارند. اکثر مهاجران کاری از تاجیکستان به روسیه مریض نمی روند. محض شرایط بدی کار و زندگی در روسیه آنها را مریض می کند. بعضا در خانه ها نه کمتر از 10 نفر زندگی می کنند و اگر نفری از آنها به مریضی سیل گرفتار باشد چند نفری دیگر را نیز سرایت می کند. در حالی که آنها به یگان خدمات طبی دسترسی ندارند. شرکتداران همایش مشکلات صحتی مهاجران در انجام نشست سندی را با منظور پیشنهادات اعلام شده مورد تهیه قرار دادند که در کوتاه‌ترین فرصت پیشنهاد مقامات مربوطه دو جانبی تاجیکستان و روسیه خواهد شد. مقامات تاجیکستان میگویند در طول 6 ماه سال جاری حدود 460 تابوت مهاجران کاری تاجیک از روسیه به وطن آورده شده است که تعدادی از آنها از مریضی و جراحت در جریان کار فوتیدند. این رقم از شماره 1.5 میلیون مهاجر کاری تاجیک است که با گفته منابع غیر رسمی در روسیه کار و زندگی دارند و طبق آمار رسمی این مهاجرین در طول 10 سال اخیر به تاجیکستان 19 میلیارد دلار وارد کردند.